آبادانی یکی از مقوی‌ترین و خوشمزه‌ترین آش هاست. این آش برای ماه رمضان و فصل سرد زمستون گزینه مناسبیه. امروز قراره به ساده‌ترین روش ممکن این آش رو تهیه کنیم. با من تا پایان ویدیو همراه باشید. 3/4 لیوان نخود و 3/4 لیوان لوبیا رو یه 10-12 ساعت می‌ذارم داخل آب خیس بخوره و آبش رو چند مرتبه عوض می‌کنم. بعد هم نخود رو داخل قابلمه میریزم و میذارم تا بپزه. یه دونه پیاز بزرگ و نگینی خرد میکنم و همراه روغن داخل قابلمه که قراره آش رو توش بپزم تفت میدم و سرخ میکنم. آب نخود وقتی جوشید کف میکنه که کف روی اون رو میگیرم. این کف حبوبات به خاطر ترکیبی به نام ساپونینه که تلخمزه هستش و سبب ایجاد کف میشه. معمولا هم باعث کاهش جذب روی آهن میشه. اما این کف همچین بد هم نیست. باعث کاهش کلسترول، تنظیم سیستم ایمنی بدن و ضد سرطان و خیلی فواید دیگه هم داره. و برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم، نفع حبوبات به خاطر این کف نیست. نیازی هم به دور ریختن نداره. منتها چون شکل ظاهری حبوبات رو مقدار تغییر میده، به خاطر هم کف روی اون رو میگیریم. پیاز که شیشه ای شد 250 گرم بهش گوشت اضافه میکنم، تفت میدم. رنگ گوشت که عوض شد بهش زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه میکنم و تفت میدم تا عطر ادویه ها آزاد بشه. دوستان عزیز، اگر عضو کانال نیستید دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگولش رو فعال کنید که اگر ویدئوی جدیدی داشتم از اون مطلع بشید. به گوشت آب اضافه میکنم و اجازه میدم تا کاملا بپزه. نخود که نیم پز شد، لوبیا چیتی رو بهش اضافه میکنم و وقتی که جوشید مجدد کف روی اون رو میگیرم و اجازه میدم تا کاملا با هم بپزن. عدس رو هم تقریبا یه ساعت داخل آب خیس میکنم و بعد که نخود و لوبیام پخت تقریبا یک رو به آخر بهشون اضافه میکنم و اجازه میدم تا عدسم هم بپزه. 3 حبوبات کاملا پخته، داخل آبکش میریزم. گوشت که پخت اون رو از قابلمه بیرون میارم و اجازه میدم تا خنک بشه. یک پیمانه برنج نیم دونه احتیاج دارم که اون رو هم 30 دقیقه داخل آب میذارم تا خیس بخوره. بعد داخل آب گوشت میریزم. اصل سبزی آش آبادانی تره هستش که البته به اون جعفری، ترخون و یا سبزی های دیگه هم اضافه میکنن، ولی من داخلش به اندازه 2 پیمانه تره خرد شده و به اندازه 2 قاشق غذاخوری ترخون خشک، چون ترخون تو این فصل خیلی سخت پیدا کردنش، پیدا نکردم، بهش اضافه کردم. توی این مرحله هم در قابلمه رو نمیذارم که سبزیم سیاه نشه. برای روی آش هم یه دونه پیاز رو نگینی خرد میکنم و همراه روغن میذارم تا سرخ بشه. بعد از اینکه به اصطلاح برنجم شکفته شد، نصف حبوبات پخته شده رو بهش اضافه میکنم. از این مرحله به بعد هم آش رو به حال خودش رها نمیکنم. هر چند دقیقه یه بار آش روی همین میزنم که ته نگیره. میرم سراغ گوشتی که پختم و اون رو ریش ریش و خرد میکنم. بعد هم میرم سراغ نصف دیگه یه حبوباتم که نگه داشته بودم، اون رو شروع میکنم با گوشکوب له کردن. یکم که له کردم گوشت رو بهش اضافه میکنم، ولی دیگه در توانم نبود که بخوام با گوشکوب دستی لهشون بکنم. یکم که له کردم دیگه دستم از جون افتاد و رفتم سراغ گوشکوب برقی. توی مرحله میشه مقدار از آب آش داخلش بریزیم تا راحت تر له بشه. خیلی نمیخوام پوره بشه، تا این حد مناسب هستش و اون رو داخل آش میریزم. هم میزنم و اجازه میدم تا آشم جا بیفته. خب دوستان، اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتیم ممنون میشم با لایک کردنتون باعث بهتر دیده شدن ویدیو بشید. پیازی که گذاشته بودم برای روی آش سرخ که شد بهش زردچوبه و فلفل سیاه اضافه میکنم، تفت میدم، بعد از روی حرارت بر میدارم و داخل همون روغن یه مقدار نعنای خشک میریزم. مراقبم نسوزه، یه تفت کوچیکی میدم و اون رو هم از روی حرارت بر میدارم. آخر پخت آش نمکش رو اندازه میکنم. من داخل این آش کشک نریختم، زمان سروش هم از کشک استفاده نکردم. بعد هم داخل ظرف سرو میریزم، با نعنا داغ و پیاز داغ تزیینش میکنم. آش فوق العاده خوشمزه‌ای هستش، امیدوارم تهیه کنید و دوست داشته باشید. ممنون از همراهیتون.